خب از اتاق فرمان اشاره کردن که شروع کنیم ارائه رو و ببینیم که چطوری پیش میره. من دیسکورد رو قطع میکنم، حالا از دیسکورد خارج میشم و یواش یواش مطالب رو شروع میکنیم با هم دیگه. به نام خدا، من حمید شجراوی هستم، حمید رضا شجراوی. چندین ساله که برنامه نویس اندرویدم، حالا چند سالش زیاد مهم نیست، و مدتی بود که حالا دغدغه‌هایی داشتم از جهت اینکه ببینم چطوری آنوتیشن پروسسورها کار میکنن، چون برای خودم نکته عجیبی بود که ما یه دونه ادساین میذاریم و یه خط کد کلی کار برای ما انجام میده. و حالا با به همراهی دوستانی از خود کامیونیتی اندروید ایران، حالا از بچه هایی که سابقه خوبی هم داخل مجموعه ارائه های لاکت دارن، یکم روی این قضایه کار کردیم و با هم دیگه این مسائل رو گذروندیم. با تشکر از فرهاد بیگی که الان فکر میکنم به علت مشکلاتی که داره، مشکلات کاری خودش، وقت نکرد که توی ارائه شرکت بکنه و حالا ارائه منو ببینه، ولی خب مطالب بود که با هم دیگه روش کار کردیم و حالا داخل سمپلی هم که نشونتون میدیم با هم دیگه کار میکنیم. حالا قبل از اینکه ارائه به صورت رسمی شروع بشه این نکته رو گفتم که به علت مشکلات اندروید استودیو من خودم نمیتونستم با آنوتیشن پروسسورها کار بکنم، مجبور شدیم روی سیستم اون کار بکنیم. و حالا اگر هم برید و ببینید میبینید که اکثریت کدها و مطالب به اسم آقای بیگیان، آقای فرهاد. خب ما بریم سراغ مطالب فنی تر. آنوتیشن پروسسور ها همونطوری که میدونید خیلی جا استفاده میشن. توی قبلن ها یه پکیجی بود به نام باتر نایف که حالا ما از اون لایبرری استفاده میکردیم تا از شر فایند ویو بای آی دی خلاص بشیم، که دیگه مجبور نباشیم از فایند ویو و بای آی دی استفاده بکنیم، که حالا باتر نایف هم یه سری درد سرا برای ما داشت که بعد از مدت ها با اومدن ویو بایندینگ باتر نایف دیپریکیت شد و دیگه تقریبا از باتر نایف استفاده نمیشه. توی دگر ازش استفاده میکنیم. همونطوری که میدونید آنوتیشن های ماژول، کامپوننت، ساب کامپوننت و حالا بقیه آنوتیشن هایی که استفاده میشه، آنوتیشن اسکوپ و آنوتیشن کوالیفایر و غیره، توی روم استفاده میکنیم. آنوتیشن انتیتی دیتابیس DAO که توی روم استفاده میشه، اینا همه آنوتیشن هایی هستند که ما به کار میبریم. پشتشون یه آنوتیشن پروسسور هایی وجود داره که وقتی ما اونا رو به کار میبریم اونا رو پروسس میکنن و اون چیزهایی که نیازه رو اضافه میکنن به کد با توجه به اون آنوتیشن هایی که ما گذاشتیم، که بتونیم کار خودمون رو ساده تر بکنیم. خود آنوتیشن ها چی هستند؟ آنوتیشن ها یه سری متادیتا که با توی سورس کد جاوا اضافه میشن، حالا سورس کد جاوا یا سورس کد کاتلین اضافه میشن. اون متادیتا ها بالای انواع مختلفی از یعنی قسمت های مختلفی از سورس، و اون باعث میشه که یه مزایایی رو به کد ما اضافه بکنه، یه چیزایی رو از کد ما چک بکنه، که الان با هم دیگه پیش میریم ببینیم که چطوری کار میکنن. خود آنوتیشن ها در اصل اینترفیس هایی هستن که حالا آنوتیشن کلاس هستن داخل خود کاتلین، که چند تا خصوصیت خاص دارن. یکی این که ما میتونیم مقادیر مختلفی داخلشون ایجاد بکنیم. به عنوان مثال اینجا اینترفیس یا همون آنوتیشن بایند ویو رو میبینیم. بایند ویو همطوری که یادتون باشه توی باتر نایف استفاده میشه، مقدار ولیو رو میگیره موقعی که ما داریم استفاده میکنیم. اون ولیو همون آیدی بود که ما بالای اون ویویی که میخواستیم استفاده میکردیم، و اون آیدی رو خودش بایند میکرد به ویو. دو تا آنوتیشن بالای اینترفیس ها معمولا خودشون به کار میرن، یا آنوتیشن ریتنشن هست یا آنوتیشن تارگت. ریتنشن یه ریتنشن پالیسی میگیره و تارگت هم یه المنت تایپ میگیره. به ترتیب الان میخوام توضیح بدم که این موارد چی هست. خود ریتنشن رو بخوام ببینیم، ریتنشن یه
ریتنشن پالیسی میگیره که ریتنشن پالیسی یک اینام هست، حالا یک اینام رو شامل میشه، سه تا مورد داره، سه تا گزینه داره که میتونیم استفاده بکنیم: ریتنشن پالیسی کلاس، ران تایم و سورس. توضیحاتشون رو حالا اگر بخواید میتونید داخل سایت خود اوراکل پیدا بکنید داخل داکیومنت ها، ولی خب من بخوام اینطوری توضیح بدم اینه که آنوتیشن کلاس بالای کلاس میمونه ولی تا مرحله استفاده ویرچوال ماشین میره و داخل خود ویرچوال ماشین باقی نمیمونه. ران تایم آنوتیشن رو نگه میداره، اون آنوتیشنی که داریم به کار میبریم رو، و تا مرحله خود ران تایم میرسه وقتی که ویرچوال ماشینمون کد رو ران میکنه اون آنوتیشن همچنان حضور داره. و سورس هم که کلن توسط کامپایلر نادیده گرفته میشه، اون آنوتیشنی که اون بالا نادیده گرفته میشه، یعنی اینکه دیگه به مرحله ادامه کار نمیرسه، قبل از کامپایل کارش تموم میشه. element تایپی که بود، element تایپ هم یک اینامه که یه سری گزینه ها رو مشخص میکنه که ما اون آنوتیشن رو کجاها میتونیم به کار ببریم. میتونه آنوتیشن تایپ باشه، constructor، field، local variable، method، package، parameter و type و type parameter. همونطوری که از اسمشون پیداست بالای آنوتیشن ها ما میتونیم آنوتیشن به کار ببریم، مثل خود retention و target. بالای constructor ها که متدهای سازنده کلاس ها، فیلد ها که ممبر های کلاس ها، با عنوان مثال یه تکست ویو ما تعریف میکنیم اونجا میتونیم استفاده کنیم ازش، لوکال وریبل ها که از اسمشون پیداست متغیرهای محلی که داریم استفاده میکنیم، متد ها، پکیج نیم ها، ما میتونیم پکیج نیم هم بالاش آنوتیشن به کار ببریم، پارامتر ها و تایپ و تایپ پارامتر ها هم هستن که دیگه از اسمشون پیداست و میتونید بخونید مطالب بیشتری راجع بهشون. اینطوری ما یک آنوتیشن رو تعریف میکنیم که بتونیم که یک فرد دیگه بتونه از اون آنوتیشن داخل کدش استفاده بکنه. حالا اون آنوتیشن ها موقعی که به کار میرن کلا چه سودی برای ما دارن از استفاده از خود آنوتیشن؟ یکی اینکه کامپایل تایم به تمام قضایاش رسیدگی میشه دیگه، یعنی مشکلات به سطر ران تایم اکثرا نمیرسه، ما میتونیم در زمان کامپایل تمام چیزهایی که با اون آنوتیشن می‌خواستیم به کد اضافه بکنیم رو اضافه بکنیم و در صورت ایرور دادن موقع کامپایل اون ایرور رو بگیریم. اینطوری باعث میشه که حالا خود اون پروسس سرعتش بالاتر باشه و همین که اگر ایروری وجود داشت ما کامپایل تایم اون رو دریافت بکنیم و نره سراغ ران تایم، حالا به جز اون کدهایی که توسط جنریتور برای ما ایجاد میشن، ممکنه اونها هم ایرورهایی داشته باشن که موقع ران تایم اون ارورها رو ببینیم. بریم سراغ مزیت دوم. مزیت دومش اینه که از ریفلکشن استفاده نمی‌کنه داخل جاوا. همونطوری که می‌دونید ریفلکشن یک ای پی آی جاوایی هست که حالا ما می‌تونیم به کلاس‌های داخل خود جاوا دسترسی پیدا کنیم توسط اسم اونا و حالا روی اونا یه سری پروسس‌ها انجام بدیم. به جای اون میاد از میرور ای پی آی استفاده میکنه. میرور ای پی آی هم یه ای پی آی دیگه است که اوراکل آماده کرده برای جاوا، میتونی ازش استفاده بکنی. حالا اوراکل برای جاوا استفاده کرده رو من دقیق اطلاع ندارم، ولی منظورم این بود که حالا میتونید داخل داکیومنت های اوراکل مطالب مربوط به اون رو ببینید. و مزیت بعدی این که بویلر پلیت ها رو برامون جنریت میکنه. کد هایی هستن بویلر پلیت ها که تکراری ان، ما همیشه عادت داریم به عنوان مثال برای ساخته مثلا یه دونه دیتابیس بریم یه سری تیبل ها داخل مثلا دیتابیس بسازیم یا یه سری متد ها رو پیاده سازی بکنیم برای اینکه مثلا ORM ما رو کامل بکنه، ولی ما میتونیم تمام این کارها رو با یه آنوتیشن کامل بکنیم و خود آنوتیشن بیاد این کارا رو برامون انجام بده. یه کلاس انتیتی میسازیم به عنوان مثال، برامون میاد تیبل رو میسازه بر اساس فیلد های اون انتیتی و پیش میره. دگر هم همینطور، مثلا بالای کامپوننت که ما استفاده میکنیم میاد فیلد ها و توابع کامپوننت رو آماده میکنه، از پرووایدر مقادیر رو میگیره و تحویل میده. و حالا خود باتر نایف هم وجود داره، میاد فایند ویو بای آی دی ها که همون دیگه مشهورترین بویلر پلیت های اندروید بودن از همون ابتدای کار تا الان، اونا رو میاد یعنی پیاده سازی میکنه و دیگه درد سر استفاده از فاین ویو بای آیدی رو، یعنی
از ما میگیره، ما نیاز نداریم برای هر چیزی حتما یه find view by ID رو بنویسیم و مقدار دهی بکنیم، فقط کافیه که بالای اون متغیرمون از مثلا bind view، bind anim یا bind هر چیز دیگه ای استفاده بکنیم که حالا داخل خود باتر نایف میتونید کداش رو ببینید. حالا بریم سراغ این که ببینیم خود annotation processing چطوری کار میکنه، خود اون روند annotation processing چیه. annotation processing یه سری پردازش ها هستن که قبل از عملیات کامپایل انجام میشن، تیر عملیات بیلد قبل از عملیات کامپایل. فایل های جاوایی میان یا حالا فایل هایی که مربوط به، یعنی فایل هایی که قابل اجرا قابل پردازش توسط حالا جی وی ام هستن میان و چند راند رو میگذرونن. این چند راند به این شکله که یک راند پروسس میشن و در صورت اینکه عملیات پروسس اونا تموم شد میرن راند بعدی، ببخشید، میرن راند بعدی و همینطوری پیش میره. این هر کدوم از اون آنوتیشن ها باعث میشن که یه سری کد های دیگه جنریت بشن یا یه سری کد ها بررسی بشن. اگر اروری داده شد همونجا کار بیلد متوقف میشه و ارور به حالا اون اپراتور، اون شخصی که حالا داره با داره بیلد رو انجام میده گزارش میشه ارور. حالا به عنوان مثال شما نمیتونید هر نوعی از داخل دگر مثلا پرووایدر تعریف کنید یا نمیتونید فیلدی به کار ببرید که مثلا پرایویت باشه بعد بخواید مثلا اینجکتش بکنید، اونو در فرایند بیلد بهتون ارور بده. این قضایش هست. هر راند که پروسس انجام میشه، که حالا امیدوارم این عکس واضح نشون داده بشه، یه سری بویلر پلیت ها، یه سری کد ها جنریت میشن که بتونیم اونا رو اضافه بکنیم به پروژه. اون کد ها که جنریت میشن ممکنه داخل خودشون آنوتیشن به کار رفته باشه، برای همین میره راند بعدی تا اون آنوتیشن ها پروسس بشن. اونقدر این راند ها تکرار میشن تا همه آنوتیشن ها پروسس شده باشن و تقریبا دیگه آنوتیشنی وجود نداشته باشه یا آنوتیشنی که پروسس نشده باشه وجود نداشته باشه. اونجا دیگه عملیات کامپایل شروع میشه و حالا کد میره سراغ ترجمه شدن به زبان ماشین یا حالا هر چیز دیگه به زمان میانی. این روند کار آنوتیشن پروسسور بود. ما داخل آنوتیشن پروسسورها، ما برای اینکه حالا آنوتیشن پروسسورها رو معرفی کنیم باید به کامپایلر بگیم که این یه آنوتیشن پروسسوره، یه پروسسوره که ما داریم تعریف می‌کنیم، قراره یه تعدادی از آنوتیشن ها رو پروسس بکنه. دو طریق برای این راه هست. حالا طریقه اول رو که بگیم، طریقه دوم دیگه واضحه. این که ما باید یه پوشه ریسورسز داخل پوشه مین خودمون بسازیم. مطمئنا شما حالا خود ماژولتون رو که داشته باشید که حالا میریم جلوتر این نمونه واضحش رو میبینیم با هم دیگه، پوشه SRC یا سورس داریم، پوشه مین داخلش یه پوشه ریسورسز باید بسازیم، یه پوشه متا اینف باید بسازیم و داخلش یه پوشه سرویسز باید بسازیم. یه فایل باید ایجاد بکنیم به نام java.x.annotation.processing.processor. اینو که ساختیم بعدش باید کوالیفاید نیم اون آنوتیشنی که میخوایم ازش استفاده بکنیم رو، اون پروسسوری که قرار پروسس انجام بده رو اینجا معرفی بکنیم به کامپایلر. وقتی ما داخل پروژمون بعد از اون میایم به صورت داخل دپندنسی های پروژمون میایم یک آنوتیشن پروسسور یا حالا توی کاتلین کپت رو تعریف میکنیم، میاد دقیقاً اون پروسسور ها رو به کامپایلر معرفی میکنه تا کامپایلر بتونه پروسس ها رو انجام بده. نیو وی یا روش جدیدی که حالا هست، گوگل میاد اومده یه آنوتیشن اضافه کرده به نام اوتو سرویس. خود اوتو سرویس میاد، حالا این اوتو سرویس پروسسور دات کلاس رو بعد اینطوری تعریفش بکنید، خود اوتو سرویس میاد این فایل رو براش ایجاد میکنه برای پروژه و اون کوالیفاید نیم اون پروسسورمون رو تعریف میکنه داخل این پروسسور که بعدن که تحویل کامپایلر میخواست داده بشه این پروسسورها باشن تا قبل از کامپایل راندهای پروسس انجام بشن. این از نحوه حالا خود رجیستر کردن یه دونه آنوتیشن پروسسور بود که حالا میخوایم ازش نمونه های جالبی ببینیم. خود پروسسورها ایمپلمنتی هستن، یعنی پیاده سازی هستن از پروسسور، یعنی خود
کلاس پروسسور یا اینترفیس پروسسور که میاد یه سری توابع رو اضافه میکنه به اون پروسسور ما که مورد نیاز کامپایلر هم برای اون راندهای پروسس. ولی قضیه اینجاست که خود پروسسور توی جاوایی که مربوط به اندرویده توی لایبرری های اندروید آورده نشده. یعنی جاوا ایکس یه سری پکیج ها داره داخل خودش که پکیج پروسسینگ، اگر دقت کنید اینجا پروسسور از پکیج پروسسینگ یعنی همون آنوتیشن پروسسینگ داخل جاوا ایکسه، ولی پکیج پروسسینگ داخل اندروید آورده نشده. برای همین شما مجبورید که یک ماژول جاوایی برای خود نوشتن یه پروسسور تولید بکنید داخل اون پکیج جاوایی، داخل اون ماژول جاوایی برید پروسسور خودتون رو تعریف کنید و باهاش کار بکنید. این مقدمه بود که من خودم خیلی باهاش درگیر بودم، یه چند روزی درگیرش بودم، بعد فهمیدم که حالا مشکل از اندروید استودیو منه، مجبور شدم اندروید استودیو رو عوض بکنم. توضیحاتش حالا قبلم دادم قبل از اینکه ارائه به صورت رسمی شروع بشه و مجبور شدم نسخه قناری اندروید استفاده بکنم. ولی خب الان مشکلات حل شده و حالا مثلا شما میتونید از پروسسور استفاده بکنید. خود پروسسور هست که حالا یک ابسترکت کلاس روی پروسسور نوشته شده حالا به نام ابسترکت پروسسور که اونم حالا داخل خود پکیج پروسسینگ موجوده که از همون میتونید استفاده بکنید. یه سری حالا مثلا کارهای ابتدایی قبل از اینکه هر پروسسور نوشته شده بشه رو توی اون نوشتم که دیگه به مشکلی بر نخورید. خود پروسسور، حالا بریم جلوتر بیشتر میتونیم راجع بهش صحبت بکنیم، 4 تا متد مهم داره که میخوایم از اونا شروع بکنیم. متد init، متد process، متد get supported annotation types و متد get supported source version. از init شروع میکنیم و بعد میریم سراغ این دوتا. init برای شروع کار پروسس اون پروسسور ماست. قبل از شروع کار یه سری موارد، یه سری محتواهایی که حالا داخل سورس کد وجود دارن رو تحت عنوان یک کلاس به نام processing environment بهمون میده که ما بتونیم از اونا استفاده بکنیم که حالا توی اونا انواع کلاس های ما وجود دارن، تایپ های ما وجود دارن و المان های ما وجود دارن که میتونیم ازشون استفاده بکنیم. یه سری حالا مثلا هلپر و یوتیلیتی و این چیزا هم هستن که داخل متد init معرفی بکنیم متد بهتری. یعنی ابسترکت پروسسور رو اگه دقت بکنید متد initش سینکرونایزد، در صورتی که حالا متد init خود پروسسور رو اگر ببینید سینکرونایز نیست و مثلا ابسترکت پروسسور اومده این کارا رو قبلش انجام داده. متد get supported annotation types قراره این پروسسور ما یه سری annotation رو چیز بکنه، پروسس بکنه. ما باید بهش بگیم که دقیقا تو مسئول پروسس کردن چه annotation هایی هستی. برای این کار باید یه هش ستی برگردونه این supported annotation types مون، در از 8 ست هم نه ست باشه کافیه، ولی خب پیاده سازی 8 ست رو معمولا استفاده میکنم. میاد دقیقا مجموعه ای از canonical name های اون annotation ها رو برمیگردونه که حالا از اون canonical name ها میشه تشخیص داد کدوم annotation داره استفاده میشه توسط این پروسسور، کجا داره پروسس میشه. و get supported source version این نشون، این در اصل میاد توضیح میده که چه ورژنی از سورس کد جاوا میتونه این annotation رو پروسس بکنه. پس get supported source version هم کارش اینه. حالا اینجا از last supported latest supported استفاده میکنه، امیدوارم که درست تلفظش کرده باشم. میاد آخرین ورژنی که وجود داره رو ساپورت میکنه و باعث مشکل نمیشه. این از این مورد. و متد مهم و معروف کل این قضیه متد پروسس که دوتا ورودی هم داره. ورودی اولش annotation ها، همون annotation هایی که قابلیت پروسس شدن دارن،
و متد دومش هم راوند انوایرمنته. راوند انوایرمنت هم که یه سری در از محتوای کدی هستن، محتوای کلاس هستن که توی هر راوند در دسترس اون پروسسور قرار میگیرن که بتونی ازشون استفاده بکنی. این متد یه بولیان برمیگردونه، اون بولیان نتیجه پروسس کردن رو برمیگردونه به پروسسور، برمیگردونه به کامپایلر. یعنی میگه آقا این آنوتیشن هایی که ما دادیم اینجا و داری ساپورتشون میکنی، آیا کارت باهاشون تموم شد یا نه؟ اگه تموم نشده فالس برگردون. وقتی فالس برمیگردونه توی راند بعدی، راند بعدی پروسس، باز این آنوتیشن ها پروسس میشن. ولی موقعی که ترو برمیگردونه دیگه این آنوتیشن ها به عنوان آنوتیشن های پروسس شده در نظر گرفته میشن و دیگه داخل راند بعدی دوباره بهشون پرداخته نمیشه. این یه موردی بود که حالا خودم هم یه کمی روش گیر بودم، بهتر بود که توضیحش بدم. اینجا مثال هایی زده حالا تحت عنوان این که داخل متد اینیت یه سری هلپر و یوتیلیتی کلاس هستن که میتونید ازشون استفاده بکنید، مثل فایلر که موقعی جنریت کردن فایل ها نیاز میشه، مسیجر که حالا برای لاگ های هنگام بیلد است. شما اگر لاگ هنگام بیلد رو داشته باشید میبینید که یه سری ویژگی ها دارن، مثلا موقعی که شما ارور میدید یه گزینه وار براتون میاره میگه آقا داخل خط 273 مثلا مین اکتیویتی تو این ارور رو داری. یعنی اینطوری میتونیم روی اون دکمه کلیک بکنیم مستقیم بفرستید به خط 273 مثلا مین اکتیویتی ببینی مشکل چیه. این مسیجره که این لاگ رو برامون اوکی میکنه. حالا اون لول های مختلفی هم داره، ارور، وارنینگ و حالا دیباگ، اینفو و غیره. المنت ها که بیشتر برمیگرده به استفاده از حالا کار با خود المنت هایی که وجود داره، مثل تایپ و فیلد و انواع مختلفی که داخل خود سورس کد ما داریم استفاده میکنیم. هر کلاسی که داریم استفاده میکنیم به عنوان یه تایپ شناخته میشه نزد کامپایلر. حالا همون تایپ هم داخل مجموعه ای به نام المنت ها وجود داره، یعنی المنت ها وجود دارن ولی المنت ها میتونه شامل تایپ ها باشن، فیلد ها باشن، متد ها باشن و غیره. یعنی انواع المنت وجود داره، ما وریبل المنت و تایپ المنت و متد المنت و انواع مختلفی داریم. تایپس هم که تازه توضیح دادم برای حالا هر کلاسمون به عنوان تایپی معرفی میشه به کامپایلر و حالا ما میتونیم با اونا کار بکنیم. این کلاس ها رو ما میتونیم داخل پروسسینگ انوایرمنت از پروسسینگ انوایرمنت تحویل بگیریم و باشون کار بکنیم. اینا مثلا از داخل اینیت میتونیم اون پروسسینگ انوایرمنت رو تحویل بگیریم و ازش استفاده بکنیم که حالا ابستراکت پروسسور برامون خودش این کار رو انجام میده. یعنی فقط لزوما برای تعریف کردن و دریافت کردن پروسسینگ انوایرمنت نیاز نیست که ما از اینیت استفاده بکنیم. حالا میریم داخل کد و بیشتر با این قضیه آشنا بشیم. پروسس رو توضیح دادم، سپورتد آنوتیشن تایپس رو توضیح دادم و سپورتد سورس ورژن هم راجبش صحبت کردیم. حالا موردهای دیگه هم اومده، مثلا میتونی از خود آنوتیشن سپورتد آنوتیشن تایپس استفاده کنی یا آنوتیشن سپورتد سورس ورژن استفاده بکنی. خب این از این توضیحاتی بود که میشد داد. فقط اینکه یه سری مورد مهم هم هستن، یه سری کلاس و آبجکت مهم هم هستن که راجبه اونا صحبت میکنیم و بعد از اون میریم سراغ نمونه هایی از آنوتیشن پروسسور ها که میخوایم راجبشون صحبت بکنیم و ببینیم چطوری پیاده سازی شدن. کلاس های مهم یکی همون elements بود که راجبش صحبت کردم. اون elements یه سری element utils هم داره که داخل حالا processing environment هستن. ما میتونیم از این element utils ها استفاده بکنیم. به عنوان مثال یکی از کارهایی های element utils اینه که متد های داخل یک کلاس رو بهمون بده. شما میتونید یک کلاس رو بدید، مثلا یه متدی داره به نام methods in که میاد دقیقا توضیحات رو برامون می نویسه. یعنی اون متد هایی که داخل اون کلاس هستن رو بهمون تحویل میده. تایپ یوتیلز هم وجود داره برای کار بیشتر حالا با خود تایپ ها. مسیجر هم که گفتم میتونی تحویل بگیرید. فایلر هم توضیح دادم برای جنریت کردن فایل ها استفاده میشه. راوند انوایرمنت هم که یه سری در اصل یوتیلیتی ها حالا ابزار هایی هستن که داخل هر راوند در یعنی در دسترس اون فرد قرار میگیره، اون کسی که پروسسور رو نوشته قرار میگیره که میتونی ازشون استفاده بکنید. المنت فیلتر هم وجود داره، حالا
element filter هم بیشتر روی element هایی که اینجاست توی processing environment کار میکنه که ما میتونیم باش کار بکنیم. به عنوان مثال هم متد هایی که بهتون گفتم constructors این داره, methods این داره, fields این داره. به عنوان مثال میتونید modifier هایی یه دونه method یه دونه field رو تحویل بگیرید, یه دونه member یک کلاس رو تحویل بگیرید, یا به یک کلاس بیاد modifier های مختلف اضافه بکنید و غیره و غیره. بعد از تمام این موارد باید بپردازیم به جنریت کردن فایل های جاوا یا کاتلین. ما قرار شد که یکی از کارهای آنوتیشن پروسسور های ما جنریت کردن فایل های جاوا و کاتلینی باشه. جنریت کردن فایل های جاوا و کاتلینی یه کار سخت محسوب میشه دیگه. یعنی ما اگر بخوایم اونا رو خط به خط ایجاد بکنیم, بگیم که آقا مثلا اینجا بنویس پابلیک مثلا پابلیک فاینال کلاس و غیره و غیره, یکم طول میکشه این کار. ولی حالا خود اسکوئر که یه تیم یا شرکت مهمه که اکثرا میشناسید, دو تا لایبرری خوب برامون ساخته, یه لایبرری جاوا پوئته, یه لایبرری کاتلین پوئته, که میان از دیزاین پترن بیلدر برای تولید فایل های جاوا و کاتلینی استفاده میکنن. شما دیگه نیازی ندارید که بیاد اونا رو خط به خط چاپ بکنید یا خط به خط ایجاد بکنید. خود جاوا پوئت نمونهش رو اینجا میتونید ببینید. به عنوان مثال ما میخوایم همچین کلاسی رو ایجاد بکنیم, یه کلاس هلو ورد داخل پکیج com.example.helloworld که یه متد پابلیک استاتیک void داشته باشه به نام main, ورودیش یه دونه آرایه استرینگ به نام args باشه و یک خط بیشتر داخلش وجود نداشته باشه, system.out.println hello java poet. خب برای جنریت کردن این همونطور که گفتم از دیزاین پترن بیلدر استفاده میکنه که ساخت فایل های جاوایی رو برامون ساده تر میکنه. اومده از درونی ترین چیزی که وجود داره ایجاد کرده, درونی ترین اسکوپی که وجود داره شروع کرده. درونی ترین اسکوپ چیه؟ این متدیه که داخله, متد مین. اومده متد مین رو اینجا ساخته, یه متد اسپک ساخته به نام مین, بعد اومده اسمش رو گذاشته مین, خود متد بیلدر رو اسمش رو گذاشته مین, مودیفایر بهش اضافه کرده, مودیفایر پابلیک و مودیفایر استاتیک به اون مینمون اضافه کرده. اگه دقت کنید پابلیک و استاتیکه. بعد اومده ریترن کرده, ریترنش چیه؟ void.class, یعنی قراره void برگردونه. یه پارامترایی هم برای ورودیش اضافه کرده که آرایه‌ای از استرینگ و به نام args, اسم ورودیمون args. بعد اومده یه خط داخلش اضافه کرده با add statement که در اصل میاد اینطوری استفاده, اینطوری مینویسدش. چرا اینطوری نوشته؟ اینجا شما از $t استفاده کرده, اینجا هم از $s استفاده کرده. حالا معادل دالر داخل خود کاتلین, چون که دالر خودش یه کلمه برای تمپلیت استرینگه, معادل شاخه کاتلین درصده, ولی خب حالا اینجا دالر استفاده کرد. این $t که استفاده کرده در از اسکیپی برای کلاس هاست, برای تایپ هاست. این $s که استفاده کرده اسکیپی برای استرینگ هاست. به عنوان مثال اینجا شما استرینگ هلو ورد رو, هلو جاوا پوئت رو که می‌نویسید, اینجا کافی بنویسید $s, این اولی $t بعد $s, پس اولی سیستم دات کلاس, دومی یک استرینگه که باید پاس داده بشه چون $s به کار رفته دیگه. خب استرینگی که اینجا به کار رفته میاد جایگزین این $s میشه. اگر دقت بکنیم اینجا دبل کوتیشن, داخل دبل کوتیشن هم هلو جاوا پوئت نوشته شده. ما اگر بخوام دبل کوتیشن رو اینجا داخل نوشتارمون به کار ببریم یه سخت میشه برامون دیگه, باید بنویسیم out.println, حالا بک, چون خود دبل کوتیشن باید اسکیپ بشه, باید بنویسیم بک اسلش کوتیشن اون هلو جاوا پوئت, بعد بک اسلش کوتیشن تا الاخر. برای اینکه کارمون کثیف نشه و ما بتونیم خطوط داخل برنامه‌مون رو بهتر بنویسیم, یه سری اسکیپ ها وجود دارن که شما میتونید حالا توضیحات بیشتر رو توی خود اون لایبرری جاوا پوئت توی داکیومنت خود جاوا پوئت بخونید و راحت‌تر ازش استفاده بکنید. اینجا متد مین ساخته شده, بعد اومده با تایپ اسپک یه دونه کلاس ساخته, کلاس رو اسمش رو گذاشته هلو ورد, مودیفایر بهش اضافه کرده, مودیفایر پابلیک و فاینال
ببینید مودیفایر پابلیک و فاینال. متدی که اینجا ساخته بودیم به نام مین رو، اینجا مین رو اضافه کرده با اد متد و بیلدش کرده. خب تا اینجا ما یه دونه کلاس هلو ورد رو داریم که کلاس هلو ورد خودش یه دونه متد مین رو داره. بعد میاد جاوا فایل رو ایجاد میکنه، فقط کافیه بهش پکیج نیممونه بده، پکیج نیم هلو ورد رو بهش داده و کلاس اصلی که داخل اون جاوا فایل استفاده شده رو بهش پاس داده، همون کلاس هلو وردی که اینجا تعریفش کرده و بیلدش کرده. خب الان ما یه دونه جاوا فایل داریم. خب این جاوا فایل یه متد رایت تو داره که یه فایلر میگیره برامون، مثلا system.out برای ساختن، که ما حالا از processing environment.get فایلر باید استفاده بکنیم موقعی که داریم annotation processing انجام میدیم. اینجا اینطوری فایل جاوایی بمون ساخته میشه. کاترین پویت هم یه روند مشابهی داره، دوباره از همون دیزاین پترن بیلدر استفاده میکنه و شما میتونید ازش استفاده بکنید، همون توضیحات، همون همین روش با معادل های کاتلینی برای تولید فایل های کاتلین، جنریت کردن فایل های کاتلین. در نهایت هم همونطوری متد رایت تو داره و فایل رو بهش میدی و اون متد کاتلینی رو برامون میسازه. خب این از این دیگه کارهایی که یه دونه آنوتیشن پروسسور رو تقریبا میتونست میخوایم انجام بده رو باش آشنا شدیم. اون چیزای سختی که داخل ذهنمون بود رو برطرف کردیم، چون من همیشه خودم داخل ذهنم این بود که چطوری میشه که حالا خود آنوتیشن ها باعث جنریت شدن یه سری کد ها میشن. فکر میکردم که جنریت کردن فایل های جاوای و کاتلینی همیشه فکر میگم که خط به خط انجام میشه، پس روند خیلی سخت و پیچیده ای داره، ولی خب همطوری که دیدیم جاوا پویت و کاتلین پویت با استفاده از یه دیزاین پترن که حالا میتونه نمونه خوبی از استفاده از دیزاین پترن ها باشه، اومدن کار رو خیلی ساده تر کردن به طریقی که دیگه تولید فایل های جاوا و کاتلینی برای ما سخت نیست و راحت میتونیم این کار رو انجام بدیم. خب این از این. ما میریم سراغ سه تا مثالی که میخوایم روش کار بکنیم. مثال اول مثالی در مورد سینگلتونه. میخوایم از یه آنوتیشن بالای کلاس هامون استفاده بکنیم که بیاد چک بکنه آیا دیزاین پترن سینگلتون به درستی داخل اون کلاس استفاده شده یا نه. یه نمونه ساده است ولی خب برای آشنایی با آنوتیشن پروسسینگ خیلی خوبه. اول از همه اینجا ما آنوتیشن کی سینگلتون رو تعریف کنیم. همونطوری که گفتیم داخل کاتلین از آنوتیشن کلاس استفاده میشه دیگه. آنوتیشن کلاس کی سینگلتون تعریف شده و ریتنشن پالیسی اون سورس، یعنی تحویل کامپایلر داده نمیشه، تو داخل همون مراحل قبل از کامپایلر کارش انجام میشه و پروسساش انجام میشه و بعد دیگه کارش رو تموم میکنه و تارگت اونم که کلاسه، ما میخوایم روی کلاس ها از کی سینگلتون از این آنوتیشن استفاده بکنیم. این از آنوتیشنی بود که تا الان تعریف کردیم. حالا میریم سراغ پروسسوری که برای این آنوتیشن نوشته شده. خب کلاس پروسسور از ابستراکت پروسسور اکستند شده و میبینیم که پیاده سازی هاش به چه شکله. یه متغیر پرایویت توی کلاس تعریف کرده به نام پروسسینگ انوایرمنت، ام پروسسینگ انوایرمنت، که اومده داخل اینیت اون رو مقدار دهی کرده. یعنی متد اینیتش کلا کاری که انجام میده اینه که پروسسینگ انوایرمنت رو تحویل میگیره که ازش استفاده بکنه. این از این. بریم سراغ اون دوتا متدی که داره. متد get supported annotation types که میاد یه ست رو برمیگردونه که فقط کی سینگلتون داخلشه، کانونیکال نیمش رو برمیگردونه اگه دقت بکنید، و get supported source version که از source version latest supported، یعنی آخرین source versionی که وجود داره استفاده میکنه و اونو برمیگردونه. این دوتا متدی بودن که استفاده کردن. حالا میام میبینیم که طریقه کار پروسس به چه شکله. اولا که پروسس میاد یه سری پروسس رو انجام میده، در صورتی که پروسس ها با موفقیت انجام شدن، هیچ اروری ندادن، ترو رو برمیگردونه. یعنی دیگه اون آنوتیشن ها لازم نیست به راند بعدی پاس داده بشن، داخل همین راند کارشون رو تموم میشه. بریم ببینیم این کارهایی که داره انجام میده به چه شکل انجام میشه. اول از همه میاد از راند انوایرمنت
از محیط راندی که وجود داره، کدی که داخل اون راند وجود داره، المان‌هایی که آنوتیشن کیسینگلتون بالاشون استفاده شده رو تحویل میگیره. این المان‌ها رو تحویل میگیره و از بین این مجموعه‌ای که داخلش المان‌ها به کار رفته، میاد تایپ‌ها رو تحویل میگیره. اون کلاس‌هایی که بالاشون کیسینگلتون به کار رفته رو تحویل میگیره. این کارم با چه متدی انجام داد؟ با این متد استاتیک تایپس این که داخل کلاس element filterمون وجود داره. یعنی ما میتونید از element filter از types in استفاده بکنید، همونطور مثل constructor in و constructor in, fields in, method in و بقیه متدهایی که داخل element filter وجود دارن. اومده type element ها رو گرفته، element هایی که از نوع type هن، یعنی از نوع کلاس هن. بعد اومده اولین کاری به ازای هر کدوم از اون type element هایی که تحویل میگیره، اولین کاری که چک میکنه اینه که private constructor داشته باشن، یعنی constructori که داخلشون هست private باشه. ما میدونیم که design pattern singleton اینطوریه که یه دونه متد سازنده private وجود داره که متد سازنده رو private میکنن. بعد متد get instance وجود داره که میاد اون instance استاتیک رو تعریف میکنه و تحویل میده و از اون استفاده میکنه. حالا اینجا میاد از private constructor اون type element رو چک میکنه. اگر private constructor نداشت return false انجام میشه، یعنی false برمیگردونه. خب این از این. بریم ببینیم که این check for private constructors چطوری انجام میشه برای اون type element. خب اولین متدی که اینجا وجود داره check for private constructors که یه دونه type element رو تحویل میگیره، یه کلاس رو تحویل میگیره، میخواد کارش رو چک بکنه ببینه که چطوری انجام میده، اون constructor private رو داره یا نداره. اول از همه میاد constructors این رو استفاده میکنه برای اون type element که بیاد تمام constructor هایی که داخل اون کلاس وجود دارن رو تحویل بگیره. بعد به ازای هر constructori که داخلش وجود داره میاد چک میکنه، اگر private نبود error میده، اگر private نبود error میده. اگر اروری هم که میده این شکلیه دیگه، از kind error، از level error. بعد میگه که constructor of a singleton class must be private، یعنی اینکه متد سازنده یک کلاسی که از singleton داره استفاده میکنه باید private باشه. اون constructor رو پاس میده. این constructori که پاس داده اینجا چیه؟ همون دکمه کلیکیه که ما داخل اون منوی build IDE میبینیم، روش کلیک میکنیم مستقیم ما رو میفرسته به اون خط. وقتی این constructor رو پاس میده، مستقیم پاسش میده اون کاربر رو به اون خط که بتونه بره داخل اون خط و ببینه ایرورش دقیقا از کدوم خطه. اینا همه با چی انجام شده؟ با مسیجر. مسیجر رو از کجا تحویل گرفته؟ از پروسسینگ انوایرمنت. این از این ریترن فالس میکنه. ریترن فالس هم که بکنه میدونیم که پروسسمون ریترن فالس میکنه، یعنی ایروری که اینجا وجود داره. خود اینجا وقتی کایند ایرور مسیجر یه کایند ایرور رو چاپ میکنه، دیگه همونجا کار پروسس متوقف میشه چون ایرور داده دیگه. و در صورتی که تمام کانستراکتور های اون کلاس پرایویت بودن ریترن ترو میکنه. این کار چک فور پرایویت کانستراکتورز بود، این متد اول، این کار اولی که روی یه دونه کلاس انجام میشه. کار دومی که روی کلاس انجام میشه میاد متد های گت اینستنس اون کلاس رو چک میکنه، میبینه که آیا متد گت اینستنس وجود داره یا نه. بریم ببینیم که متد گت اینستنس رو چطوری چک میکنه. پایین یه دونه متد داریم به نام check for get instance method. type element رو تحویل میگیره، یعنی یه دونه کلاس رو تحویل میگیره و بولیان برمیگردونه، نتیجه میده که آیا آقا این get instance ها به درستی تعریف شدن داخل این کلاس یا نه. اول از همه میاد متدهای داخل اون کلاس رو تحویل میگیره، همه این متدها رو. بعد روی متدها for میزنه، روی متدها for میزنه. فقط متدی که اسمش get instance رو چک میکنه، یعنی فقط متدی که اسمش get instance رو چک میکنه، یه if گذاشته. اگر اسمش get instance نبود بره متد بعدی، دیگه کاری با اون نداریم. البته من خودم زیاد با این طریقه کد زدن، یعنی از این طریقه کد زدن خوشم نمیاد، ترجیح میدم اول ارور رو چک کنم، اگه نبود continue بزنم و بره سراغ بعدی. ولی خب حالا به هر حال همون کار. بعد میاد return type اون get instance رو چک میکنه، یعنی به متد get instance که رسید، تایپی که اون متد get instance ریترن میکنه رو چک میکنه. حتما چک میکنه که is same type باشه، یعنی همون تایپی رو داشته باشه، همون تایپی این متد ریترن تایپمون همون تایپی رو داشته باشه که تایپ المنتمون داره، که تایپ المنتمون داره، یعنی get instance ما باید نوع همون کلاس رو برگردونه. بعد چک میکنه که private نباشه get instance مون، اگه private بود ارور میده.
بعد چک میکنه که استاتیک باشه متدمون، اگر استاتیک نبود ارور میده. این حالا خود کاری که چک فور گتینگ سنس متد میکنه و چک میکنه که یه دونه کلاس متد گتینگ سنسش درست پیاده سازی شده یا نه. بعد از چک کردن پرایوت کانستراکتورها و گتینگ سنس متدهای اون کلاسی که از آنوتیشن کی سینگلتون استفاده کرده، ما مطمئن میشیم که اون کلاس دیزاین پترن سینگلتون رو حالا یکی از واریتی های سینگلتون، چون که حالا انواع مختلف پیاده سازی داره سینگلتون، یکی از اونا رو به درستی پیاده سازی کرده. یکی از اونا هم همین نوعیه که الان توضیح دادیم، حتما کانستراکتور پرایوت داشته باشه و حالا متد گت اینستنسی داشته باشه که همون مقدار رو برگردون. این کاری بود که حالا پروسسور کی سینگلتون انجام میداد که با هم دیگه دیدیم و باش آشنا شدیم. این نمونه اولی بود که می‌خواستیم با هم دیگه کار بکنیم. نمونه بعدی که می‌خوام با هم دیگه کار بکنیم در اصل نمونه ساده شده ای از باتر نایفه. حالا اگر میخواید سورس کد خود باتر نایف موجوده داخل حالا گیتاب جیک وارتون و میتونید برید کار خود سورس کد جیک وارتون هم ببینید و ببینید که چطوری داره، چطوری خود باتر نایف رو نوشته، چون که حالا انواع مختلفی از آناتیشن داره، آناتیشن های مختلفی مثل حالا اینجا لیستشون موجوده اگه اشتباه نکنم، بایند انیم، بایند آرای، باید بیت مپ، بول، کالر، دایمن، دراوبل، فلوت، فوند، اینت، استرین، ویو، ویوز و حالا یه سری لیسنر هم که وجود داره دیگه، آن کلیک و حالا اینجا هستن دیگه، آن چک چنج و آن کلیک و ادیتور اکشن و فوکوس چنج و آیتم کلیک و آیتم لان کلیک و حالا هم باید لیسنر دیگه که داخل خود باترنایف وجود داره. ما نمیخوایم همه اینا رو چک بکنیم چون که اینا یه سری کار تکراری هم دیگه، یعنی شما بیای متد اون کاری که برای مثلا بایند ویو و آن کلیک داره انجام میشه رو چک بکنی، برای بقیه هم داره مشابه انجام میشه، برای بایند فونت و بایند اینت تقریبا یعنی حدود 90% کار مشابه داره انجام میشه. حالا اگه خود سورس کد باتر نایف هم ببینید که حالا من خودم دیشب بررسیش کردم، کار مشابهیه که داره برای بقیه انجام میده. ولی ما میریم سراغ یه نمونه ساده شده از باتر نایف. اون نمونه ساده شده از باتر نایف یه دونه بایند ویو، یه دونه آن کلیک رو ساپورت میکنه و اونا رو هندل میکنه. ببینیم که چطوری این کار رو انجام میده. اینجا اومده از آنوتیشن، این یکی به زبان جاوا که یکی با زبان کاتلین پیش رفتیم، یکی با زبان جاوا پیش میریم که نگاه بکنیم چطوریه. اومده یک اینترفیس بایند ویو استفاده کرده، یه آنوتیشن اینترفیس در است. بایند ویو استفاده کرده که یه دونه آیدرس ولیو میگیره. حتما باید ریسورس آی دی باشه. این آنوتیشن آی دی رس چک میکنه که آیا این ولیویی که داده شده ریسورس آی دی یا نه، چون هر اینتی میتونه تحویل داده بشه دیگه. من میتونم 5 بدم ولی خب 5 اصلا ریسورس آی دی نیست، باید حتما r.id.fلان تحویل داده بشه. ریتنشن، اینجا ریتنشن پالیسیمون سورسه، یعنی تا سورس میمونه، بعد از سورس دیگه تحویل کامپایلر داده نمیشه. و این از این تارگتمون هم که اینجا فیلده، یعنی بایند ویو قراره بالای فیلد ها به کار بره. در عوض اینجا آن کلیک یه دونه اینت میگیره، اینت ولیو میگیره که حالا حتما باید چک کنیم که ریسورس آی دی باشه، ببینیم آی دی اون چیزی که هست. ولی حالا خود ریتنشنش که سورسه، تا سورس میمونه تحویل کامپایلر داده نمیشه. تارگتش متده، یعنی آن کلیک بالای متد ها به کار میره. وقتی آن کلیک رو بالای یه متد به کار میبریم، میگیم آقا اون ویوی که آیدیش اینه، آیدیش این ولیو است، اون متدی که برای آن کلیکش بخواد استفاده بشه این متدیه که اینجاست. حالا بریم ببینیم که پروسس چطوری انجام میشه که کار آن کلیک و بایند ویو داره انجام میشه دیگه، جنریت میشه کدش. دو تا کلاس مهم اینجا وجود داره. کلاس اولمون هم پروسسورمونه که اینجا وجود داره که میتونیم نمونهش رو ببینیم. پروسسور اکستند شده از ابستراکت پروسسور، همونطوری که داخل همون نمونه کی سینگلتونمون دیدیم، داخل اینیتش اومده پروسسینگ انوایرمنت رو گرفته و داخل یه متغیر پرایوت نگهداری کرده. متد دو تا متد هم اینجا داره، متد گت ساپورتد آنوتیشن تایپس که بایند ویو و آن کلیک رو تحویل میگیره، یعنی تحویل میده. کانونیکال نیمشون رو داره، یه سیتی از کانونیکال نیم های بایند ویو و آن کلیک رو تحویل میده. و یه supported source version که درست میاد اون source versionی که
آنتیشن پروسسور ما داره براش کار میکنه رو برمیگردونه که حالا اینجا از لیتست ساپورتد استفاده کرده. بریم سراغ متد پروسس و ببینیم چطوری پروسس رو انجام میده. اول از همه باید یه متدی رو چک بکنیم که به نام get type elements to process. قضیه اینجاست ما میخوایم کلاس هایی که داخلش آنوتیشن های ما به کار رفته شده رو پیدا بکنیم. برای این کار اومدیم یه متدی نوشتیم به نام get type elements to process. حالا ببینیم این متد get types element to process چطوری کار میکنه. متدی که اینجا تعریف شده get type elements to process. اول از همه متد get type element to process میاد تمام المنت هایی که داخل کد به کار رفته رو میگیره و supported annotation هایی که وجود داره را تحویل میگیره، یعنی اون annotation هایی که ما support میکنیم هم تحویل میگیره. بعد چی کار میکنه؟ میاد یه فور میزنه روی المنت ها، کل المنت ها رو تحویل میگیره. اون المنت هایی که از نوع type element هم رو میخواد روشون یه کاری انجام بده دیگه، یعنی فقط اونایی که کلاس هستن رو میخواد روشون میخوایم اونا رو پیدا بکنیم، پس بقیه رو بیخیال میشیم، اون المان هایی که تایپ المنتن رو تحویل میگیره. بعد میایم داخل المنت ها ساب المنت ها رو پیدا میکنیم، اون المان هایی که داخل اون تایپ المنت های ما به کار رفته. بعد آنوتیشن های اونا رو چک میکنیم و چک میکنیم آیا آنوتیشنی از آنوتیشن های ما داخلشون به کار رفته یا نه. اگر به کار رفته بود اون تایپ المنت خودمون رو، اون المانی که داریم روش کار میکنیم، تایپ المان خودمون رو اد میکنیم به نتیجه‌ای که میخوایم از این متد برگردونیم و اینطوری متد ها، اینطوری کلاس هایی که داخلش آنوتیشن های ما به کار رفتن رو پیدا میکنیم. بعد از اون در نهایت تایپ المان ها برگردونده میشن از این تابعی که اینجا وجود داره. پس ما تابع get type elements to process رو فهمیدیم که چطوری کار میکنه و چطوری میتونیم کلاس هایی که مربوط به کلاس هایی که annotation ما داخلشون به کار رفته رو پیدا بکنیم و اونا رو پروسس بکنیم. خب اینجا اومده چیکار کرده توی متد پروسس اون در از annotation processor ما اومده تمام روی کلاس هایی که حالا آنوتیشن ما داخلشون به کار رفته یه فور زده، هر کلاسی که داخلش آنوتیشن ما به کار رفته رو گرفته، حالا میاد روش یه کارهایی انجام میده. چی کار میکنه؟ اول از همه میاد پکیج نیمش رو تحویل میگیره، تایپ نیمش رو تحویل میگیره و این از این، یعنی اول پکیج نیم رو تحویل گرفت. مثلا با عنوان مثال داخل کام داد اگزمپل داد مین اکتیویتی ما اومدیم آنوتیشن خودمون رو، آنوتیشن بایند ویو رو استفاده کرده. پس این میاد پکیج نیم com.example. چیز رو پیدا میکنه، اون پکیج نیم رو پیدا میکنه، تایپ نیم هم پیدا میکنه. تایپ نیم چیه؟ سیمپل نیمشه دیگه، همون مین اکتیویتیه که داره استفاده میشه. کلاس نیمی رو میسازه. ببین کلاس نیم خودش یه آبجکته، یک کلاس جداگونه هست به نام کلاس نیم. یه کلاس نیمی رو ایجاد میکنه و اون پکیج نیم رو بهش پاس میده، تایپ نیم هم بهش پاس میده که ما کلاس نیم اون کلاسی که داخلش آنوتیشن ما به کار رفته رو داشته باشیم. بعد میاد اون کلاس نیمی رو ایجاد میکنه برای چی؟ برای اون فایلی که ما میخوایم جنریت بکنیم برای اون کلاس. ما میخوایم مثلا یه فایل مین اکتیویتی بایندر وجود داشته باشه که بیاد اون مثلا کارهای بایند ویو و آن کلیک چیز رو انجام بده دیگه، اونا رو تعریف بکنه برای مین اکتیویتیمون، مین اکتیویتی بایندر برای مین اکتیویتی. برای همین میاد همون پکیج نیم، همون تایپ نیم رو استفاده میکنه، فقط ته تایپ نیمش یه دونه بایندر اضافه میکنه، یعنی یه پلاس بایندر هم گذاشته که اون بایندر تهش اضافه بشه، بشه مثلا مین اکتیویتی بایندر. ولی کجا؟ داخل همون پکیج که ما بتونیم ازش استفاده بکنیم در ادامه. حالا میریم جلوتر رو توضیح میدیم راجع بهش. بعد اومده یه دونه کلاس ساخته، اون کلاسی که ساخته کلاس چیه؟ با همون کلاس نیمی که اینجا تعریف کردیم، با همون جنریتد کلاس نیم که اینجا تعریف کردیم و مودیفایر پابلیک رو بهش داده. این مودیفایر پابلیک رو بهش داده که ما بتونیم از اون مودیفایر، یعنی اون کلاس پابلیک رو بتونیم از جاهای دیگه استفاده بکنیم. و اومده داخلش یه دونه متد اضافه کرده. متد چیه؟ متدش کانستراکتوره، یعنی یک متد سازنده به اون کلاسی که ایجاد کرده، به عنوان مثال مین اکتیویتی بایندر اضافه کرده که از نوع پابلیکه، یه ورودی میگیره. ورودی چیه؟ ورودی اسمش اکتیویتیه.
چه نوع ورودی تحویل میگیره؟ از نوع کلاس نیم. کلاس نیممون چی بود؟ همون به عنوان مثال مثلا همون com.dot example.dot main activity بود. این از اون نوع تحویل میگیره اون ورودی رو. اکتیویتی رو تحویل میگیره، بعد دوتا خط بهش اضافه میکنه. خط اول میاد چیکار میکنه؟ متد bind views رو برای اون اکتیویتی صدا میزنه. خط دوم چیکار میکنه؟ میاد متد bind on clicks رو برای اون اکتیویتی صدا میزنه. بعد متد سازنده رو تکمیل میکنه. این از این. بعد از اون میاد متد bind views رو میسازه و بعدش میاد متد bind on clicks رو میسازه. bind views چیکار میکنه؟ bind views رو اول تعریف میکنه خود بیلدرش رو. بیلدرش چیکار میکرد؟ یه متدی بود به نام bind views، از نوع private، void بود، یعنی چیزی برنمیگردون. ورودی هم که میگرفت از نوع activity بود، یعنی اون activity رو میگرفت و مثلا باش کار میکرد. بعد میاد چیکار میکنه؟ روی تمام variable های اون کلاس مثلا main activity، روی تک تک variable هاش میاد یه فور میزنه. بعد اونایی که داخلش annotation bind view استفاده شده رو اینجا یه خط داخل اون متد bind viewsش اضافه میکنه به ازای هر کدوم از اون فیلد هایی که براشون bind view به کار رفته. چیکار میکنه؟ همون find view by id که انجام شده، میگه آقا مثلا text view tv1 برابر مثلا text view، کستش کرده به text view. اگه کار با find view by id یادتون باشه رو اینجا راحت‌تر میتونید نشست بدید. اون activity dot find view by id و اون مقداری که هست رو برمیگردون، اون bind view dot value رو براش set میکنه. این خطی بود که برای اون فیلد اضافه کرد داخل خود متد bind viewsمون. این bind views ما بود که اینجا بود. bind on click هم کار مشابهی انجام میده. دقیقا میاد متد on click listener رو برای هر کدوم ست میکنه دیگه. ما set on click listener داریم، دقیقا میاد از همون استفاده میکنه داخل bind on clicks، دقیقا روی تک تک executable element های اون کلاس، اون متد های اجرایی، executable متد های اجرایی هن که داخل یه دونه کلاس وجود دارن، روی تک تک اونا فور میزنه. اونایی که on click دارن رو پیدا میکنه، از annotation on click استفاده کردن رو پیدا میکنه و میاد set on click listener روشون انجام میده. ببینید اینجا set on click listener روشون انجام میده و اون متدی که بود، اون متدی که روش annotation on click استفاده شده، اون رو تحویل میده به set on click listener. و این از این که تا اینجاست. و بعد میاد اون کلاسی که حالا داخلش اون متد bind views و bind on clicks وجود داره رو میسازه و تحویل، یعنی یه جاوا فایل با اون کلاس میسازه. بعد از همون جاوا فایل write to میکنه، write to رو با استفاده از فایلر انجام میده و میاد به ازای هر کلاسی که ما داخلش annotation های ما به کار رفته یه دونه جاوا فایل میسازه. اینجا همون جایی که ببینید احیانا اگر داخل ساخت فایل ها اروری برخوردیم، ارور ها معمولا از نوع آی او اکسپشن هم میاد ارور میده که آقا مثلا ما نتونستیم بسازیم، یه ایتو استرینگ هم گذاشته که قشنگ متن ارور رو بتونیم ببینیم. در نهایت هم ریترن ترو میکنه، یعنی به ازای هر کدوم از اون فایل هامو اومد از اون آنوتیشن ها استفاده کرد، میگه آقا کار آنوتیشن تموم شد دیگه، ریترن ترو میکنه. خب یه کلاس دیگه مهم داخل باترنایف وجود داره. ما همیشه از باترنایف چطوری استفاده میکنیم؟ به علاوه این که آنوتیشن ها رو میذاریم داخل اون، حالا متد آن کلیکمون یا جای دیگه وجود داره، مینویسیم مثلا butterknife.bindthis، یعنی اون اکتیویتی رو میدیم به butterknife، میگیم که آقا اینو بایند، کارهای بایند اینو انجام بده. خب اون چیکار میکنه؟ خود اون butterknife.bindthis میاد یه متد بایند داره این کلاس butterknifemون. متد بایند میاد اون بایندر رو پیدا میکنه، اون بایندر رو پیدا میکنه و چیزش میکنه، متد سازندش رو صدا میزنه. وقتی متد سازندش رو صدا میزنه تمام اون کارهای find view by id و set on click listener و همه چیزا انجام میشن. چطوری؟ میاد حالا خود این متد bind butterknife یه دونه instantiate binder داره. حالا instantiate binder چیکار میکنه؟ میاد با متد get class loader، با متد load class از همون کلاس لودری که وجود داره، کلاس لودر میاد چیکار میکنه؟ میاد اینجا هم توضیحش رو نوشته، dynamically loads java class into memory، یعنی یه کلاس جاوا رو لود میکنه داخل مموری که ما بتونیم متدهای اون رو صدا بزنیم. میاد
اون کلاس بایندری که برای اون وجود داره، ما مثلا داخل مین اکتیویتی اومدیم نوشتیم باتر نایف دات بایند دیس، درسته؟ دیس رو تحویل دادیم، اون میاد مین اکتیویتی رو تحویل میگیره، یه دونه بایندر تاش اضافه میکنه، میشه مین اکتیویتی بایندر، درسته؟ ما کلاسی که ساختیم جنریت کردیم اسمش مین اکتیویتی بایندر بود، میاد اون رو لود میکنه، کانستراکتورش رو صدا میزنه، ببینید کلاس کانستراکتور دات نیو اینستانس تارگت، دقیقاً همون رو صدا میزنه، اکتیویتی رو بهش پاس میده و اون متد بایند ویوز و بایند آن کلیکسی که ما تعریف کردیم اونجا صدا زده میشن. حالا انواع ارور ها ممکنه داده بشه، ارور مثلا ایلگال اکسس اکسپشن، ران تایم اکسپشن، اینووکیشن تارگت اکسپشن، که همه اینا رو اینجا هندل کرده. این کار طرز کار باتر نایف بود که حالا انواع کار اون رو میتونید داخل خود کار کامل خود باتر نایف رو میتونید داخل ریپوزیتوری جک وارتون ببینید و توضیحاتش رو قشنگ متوجه بشید. خب این تا اینجا توضیحاتی بود که ما دادیم و نمونه‌ای که دیدیم، یه نمونه‌ای هم بود که با هم دیگه من و آقای فراد بیگی نوشتیم که حالا لینک سورسش هم اگر ببینید داخل متن اطلاع رسانی خود این ایونت داده شده، متن ریپو، اون آدرس ریپو، حالا آدرس‌های ریپوی اضافه رو با کمک حالا بچه‌های خود لاکت اگر شد حالا یا زیر همین لایو، زیر همین فایل، یا اگر شدم توی جاهایی که اطلاع رسانی میشه ایونت، حتما لینک ها قرار داده میشن تا بقیه بتونن از این لینک ها استفاده بکنن، خودشون مطالعات رو انجام بدن. ولی خب این نمونه هم با هم دیگه ببینیم. همونطور که گفتم باید یه ماژول لیب ساخته بشه این کانال. ماژول لیب ما یه دو تا پوشه داره، یه پوشه ریسورسز که متا اینف دات سرویسز داخلش وجود داره، که فایل جاوا ایکس آنوتیشن پروسسینگ پروسسور داخلش وجود داره. این جاوا ایکس آنوتیشن پروسسینگ پروسسور فقط اومدیم داخلش پروسسورمون رو تعریف کردیم، گفتیم آقا کام دات اگزمپل دات لیب دات کالر پروسسور اون پروسسوریه که ما بخوایم استفاده بکنیم. هدف چیه؟ هدف اون ساخت اون پروسسوری که ما میخوایم اینه که به عنوان مثال ما داخل مین اکتیویتی اومدیم دوتا تکست ویو تعریف کردیم، تکست ویو تی وی و تکست ویو تی وی 1 که اینجا هم حالا فاین وی بای آیدی هاشون انجام داده. دوتا یه آنوتیشن میخوایم بالاشون به کار ببریم، آنوتیشن بای کالر، مثلا تی وی رو بای کالر کالر دات رد بهش دادیم، بای کالر کالر دات رد که بهش میدیم بیاد موقعی که مثلا یه فایل مین اکتیویتی کالرایز اون بغل شریف کنه که هر موقع بایند دیسش صدا زده شد، یعنی یه متد بایندش صدا زده شد و دیس بهش داده شد، بیاد این رنگ هایی که داخل بایند کالر اینا ست شده رو برای این تکست ویو ها ست بکنه. برای این کار ما چیکار کردیم؟ اومدیم از بای کالر اینجا تعریف کردیم، نمونه ای هم از مین اکتیویتی کالرایز اگر بخواد ببینید اینجا میتونید ببینید. مین اکتیویتی کالرایز خودش یه دونه آبجکت کاتلینیه، آبجکت اگر آشنایی داشته باشید، کلاس های استاتیکی هستن که حالا داریم، یه متد بایند داشته باشه که خود متد بایندمون جی وی ام استاتیک باشه، آنوتیشن جی وی ام استاتیک بالاش باشه، یه کلاس تحویل بگیره که حالا اینجا از نوع مین اکتیویتیه چون برای مین اکتیویتی ساخته شده، و بیاد چیکار بکنه، کلاس دات تی وی رو اینجا ست تکست کالر کرده و کلاس دات تی وی 1 رو اینجا ست تکست کالر کرده، همون فیلدهایی که اینجا استفاده شده تی وی و تی وی 1 اونا دقیقاً اینجا ست شدن. بریم ببینیم اینو چطوری می‌نویسیم. اول اومدیم آنوتیشن کلاس بای کالر رو اینجا تعریف کردیم، حالا اینجا یه دونه بادی خالی براش قرار داریم چون ما این بادی رو کلا می‌تونیم پاک بکنیم، مورد ما اضافه گذاشتیم. تارگتمون فیلده چون می‌خوام روی فیلدها به کار بره، به عنوان مثال روی تکست ویو ها بخوام به کار بره، ببخشید، به عنوان مثال روی تکست ویو ها میخوایم به کار بره، روی حالا مثلا باتن ها میخوایم به کار بره و الاخر، و ریتنشنش هم سورسه، ما میخوایم تا مرحله سورس بمونه، به کامپایلر تحویل داده نشه، و یه ولیو کالر هم تحویل بگیره. ولیو کالرمون رو ما میخوایم ست بکنیم روی اون چیزی که داریم براش آنوتیشن میذاریم دیگه. کال پروسسور ما، خب کال پروسسور ما همونطوری که میبینین متد اینیت نداره چون نیاز نداشتیم، ما گفتیم وقتی از ابستراکت پروسسور داریم استفاده میکنیم خودش میاد این پروسسینگ انوایرمنت رو برامون داره، یعنی ما میتونیم با پروسسینگ انو یه متغیر پروتکتد که داخل حالا خود
ابستراکت پروسسور وجود داره و ما میتونیم از همون استفاده بکنیم. ما اومدیم همون متد get type element process رو تعریف کردیم که میاد چی برمیگردونه، ستی از تایپ المنت ها برمیگردونه، همون کلاس هایی که داخلش آنوتیشن ما به کار رفته. به عنوان مثال کلاس مین اکتیویتی رو برمیگردونه یا حالا کلاس دیگه ای که استفاده شده رو برمیگردونه. دقیقا با همون روش، حالا یکم کاتلینی تر ما نوشتیمش. این همون ریترنیه که حالا با هم دیگه من اونجا قورش رو زدم، اونجا خودمون نوشتیم. و الاخر متد get supported annotation types رو استفاده کردیم که تنها چیزی که برمیگردونه یه ستی از بایکالر هاست، یعنی یه ستی از canonical name بایکالر داخلش. حالا شما اگر annotation های دیگه به کار بردید اینجا میتونید معرفی کنید. یه supported source version که میاد، حالا latest supported رو اینجا استفاده کردیم که میاد source versionی که حالا این annotation ما داخلش به کار میره رو استفاده میکنه. حالا میتونه انواع مختلف دیگه باشه این source version. گزینه‌هایی که داره ریلیز سیف 1-2 الی آخر وجود دارن. ما اینجا از latest supported استفاده کردیم. خود پروسس ما میاد چیکار میکنه؟ میاد اول برای تک تک فایل هایی که داخلش آنوتیشن ما به کار رفته یه دونه کلاس کنارش میسازه. به عنوان مثال برای مین اکتیویتی مین اکتیویتی کالرایز رو میسازه. حالا داخل اونا چیکار میکنه؟ اول میام پکیج نیم اون کلاس رو میگیریم، تایپ نیمش هم میگیریم، بعد کلاس نیمش رو میسازیم. جنریتد کلاس نیم هم که دقیقا مشابه همون کار باترنایف رو داریم انجام میدیم. کالرایز هم ساختیم. بعد میام چیکار میکنیم؟ کلاس بیلدرمون رو میسازیم. یه کلاس بیلدره به همون مثلا مین اکتیویتی کالرایز که اینجا وجود داره، مودیفایر پابلیک براش گذاشتیم همونطوری که میدونید. بعد اومدیم متد بایند رو براش ایجاد کردیم. متد بایند چیکار میکنه؟ اول یه متد ساختیم، متد بیلدر ساختیم به نام بایند، از نوع پابلیک آنوتیشن جی وی ام استاتیک رو بالاش به کار بردیم. میبینید اد آنوتیشن داره، ما اومدیم از آنوتیشن جی وی ام استاتیک استفاده کردیم. یه ورودی بگیره. ورودیش چیه؟ ورودیش کلازه. از چه نوعی؟ از نوع کلاس نیم. این کلاس نیم چیه؟ کلاس نیم همین مثلا مین اکتیویتیه که اینجا به کار رفته. اگه ببینید اینجا مین اکتیویتیمون برای بایند پاس داده میشه. پس دقیقاً ما از همون داریم استفاده میکنیم. بعد اومدیم به ازای هر کدوم از اون المنت های المان هایی که داخلش بالاشون آنوتیشن پروسسور باشه، آنوتیشن بای کالر استفاده شده. ببینید اونایی که بالا بای کالرشون ناله کانتینیو میشن، اونایی که بای کالرشون نال نیست ریخته میشن داخل بای کالر. و بایند فانمون میاد به ازای هر کدوم از اونا یه دونه استیتمنت به خودش اضافه میکنه، یه دونه خط کد به خودش اضافه میکنه. خط کد هم چیه؟ میگیم آقا اون کلزه، کلزی که ورودی میگیره، ورودی تابع بایندمون بود دیگه، مثلا اینجا مین اکتیویتی کالرایزمون متد بایندش یک کلز داره ورودی میگیره. میگیم کلز دات چی؟ دات یه نیمی. این نیمه چیه؟ همون وریبل المنتمون، اون وریبلی بود که داخلش بای کالر به کار رفته. همون سیمپل نیمش رو میگیریم. به عنوان مثال اینجا تیوی و تیوی یک سیمپل نیم اون فیلدان دیگه، سیمپل نیم اینایی هن که بالاشون بای کالر به کار رفته. میاد از همون استفاده میکنه و دات ست تکست کالر، ست تکست کالرش هم صدا میزنه و مقدار رو اینجا قرار میده. این ال مخفف لیترال، مقداری اینجا قرار میده. مقداری هم که قرار میده همون آنوتیشنمون دات کالر. ما گفتیم آنوتیشنمون متغیرش چیه؟ اسمش کالره. پس میاد همون بای کالر دات کالر رو استفاده میکنه. میاد به ازای هر کدوم از اون وریبل هایی که اینجا وجود داره، مثلا برای تی وی یه بار، برای تی وی یک یه بار، میاد اد استیتمنت انجام میده، اون خطوط رو اضافه میکنه. و بعد از اینکه خطوط رو کامل اضافه کرد، بایند رو میسازه و اد میکنه به عنوان یه فانکشن به کلاس بیلدرم، اون کلاسی که وجود داره. بعد میاد فایل کاتلینی میسازه با فایل اسپک، با همون پکیج نیم برای جنریتد کلاس نیم دات سیمپل همونجوری که میبینید. بعد بالاش یه دونه کامنت هم اضافه میکنه، مثلا جنریتد بای کالر پروسسور. اینجا میتونیم نمونهش رو ببینیم. این بالا نوشته میبینید جنریتد بای کلاس و کالر پروسسور. و اد تایپ داره، کلاسی که داخل اون فایل داریم استفاده میکنیم همون کلاسیه که ما هم دیگه ساختیم، کلاس بیلدر دات بیلد اینجا استفاده کردیم.
فایل رو بیلد میکنیم و رایت تو میکنیم. این هم از فایله. و اینجا ریترن ترو میکنیم دیگه، کارمون با اون پروسسور تموم شده دیگه، نمیخوایم از آنوتیشن ها استفاده بکنیم. و اینم چیزی بود که حالا تا اینجا پیش رفتیم. مین اکتیویتی رو که بسازیم میبینیم که برای مین اکتیویتی وقتی از آنوتیشن بای کالر بالاش استفاده بکنیم مین اکتیویتی کالرایز رو میسازه. مین اکتیویتی کالرایزی هم که بغل دستش هست براش میسازه و متغیر تی وی و تی وی یکش رو اینجا داره، که ما اینجا اومدیم از مثلا مین اکتیویتی کالرایز دات بایند دیس استفاده کردیم که بیاد این مقادیر تی وی و تی وی یک رو ست تکست کالر بکنه، اولی رو قرمز بکنه، دومی رو گرین بکنه، سبز بکنه. این نمونه بود. حالا کلاس های دیگه هم هست، ما اینجا کلاس های دیگه هم داریم که ازشون استفاده کردم. اون اکتیویتی مینمون هم اکتیویتی ساده است، دو تا متغیره دو تا تکست ویو هلو ورد و اگین هلو ورد داخلش قرار دادیم که رنگاشون رو تغییر بدیم، یکی تی وی یکی تی وی یک. خب نتیجه این کار هم ما میتونیم با هم دیگه ببینیم اگر خواستید، ولی خب از اونجایی که میخوایم انجام بشه این کار رو با هم دیگه انجام میدیم ببینیم که نتیجه به چه شکل میشه. من نتیجه رو از اونجایی که نمیخوام بیلد بکنم و کار سنگین انجام بشه فقط نتیجه رو نشونتون میدم که با هم دیگه ببینید که این نتیجه چطوری انجام میشه. این نتیجه الان میاد روی تصویر. اینم نتیجه کاریه که ما تا اینجا انجام دادیم. هلو وردمون قرمز شده، اگین هلو وردمون هم سبز شده، دقیقا همون متغیرهایی که داخل بایند کالر با قرار دادیم. ممنونم که تا اینجای کار حالا همراه من بودید و ارائه من راجع به آنوتیشن پروسسورها رو دیدید یا شنیدید، حالا هر طوری که پیش رفتید. و اینکه من خیلی خوشحال شدم که تا اینجای کار همراهتون بودم. من دقیقا خودم نمیدونم که چطوری باید سوال جواب انجام بشه، یعنی پاسخگویی به سوالاتم انجام بشه. سوالی که پرسیدن، حالا آقای اویسی هم پرسیده، این که سوالی که برام پیش اومده اینه که نمیتونه کلاس فعلی رو تغییر بده. خیر، آنوتیشن پروسسور ها نمیتونن کلاس هایی که داخل سورس کد وجود داره رو تغییر بدن، فقط میتونن فایل های جدید بسازن و قرار بدن. یعنی این فایل های قبلی تغییر پیدا نمی کنن، فایل هایی که وجود داره توی همون پکیج بسازه کارهای لازم رو انجام بده. خب مثل اینکه یکی از دوستان پرسیده، حالا خود آقای ویسی پرسیده، و اینکه سورس ورژن رو اگر میتونه یکم بیشتر توضیح بده که دقیقاً به چی اشاره میکنه. خب من حالا بخوام بیشتر راجع به خود سورس ورژن صحبت بکنم، حالا خود اون قضیه بیشتر بهتره که چون من خودم هم زیاد اطلاع خاصی راجع به سورس ورژنی که وجود داره ندارم. ولی کجا بود که میخواستم راجع بهش روزی بدم؟ اگر اشتباه نکنم بالاتر راجع بهش نوشته شده. من حقیقتش خودم اطلاع خاصی راجع به سورس ورژن ندارم، ولی فکر میکنم که حالا ورژنیه که برای خود آنوتیشن پروسسور قرار میدید، طوری که تون پیدا کنم. ولی خب یادمه که حالا قبل از ارائه من اینو بررسی کردم که بتونم پاسخگو باشم. اطلاعات دقیقش یادم نمیاد، حالا اگر اطلاعات دقیقش بودم حتما اگه کسی میخواد با من در ارتباط باشه میتونه به من پیام بده، حالا راجع به این قضیه با هم دیگه صحبت بکنیم. حالا گپ و گفتی که داخل دیسکورد لاکت هست میتونیم راجع به این قضیه صحبت بکنیم و توضیحات بیشتر رو راجع بهش بدیم. اگر میخواید با من در ارتباط باشید توییتر و تلگرام من رو دارید داخل توضیحات این ایونت. حالا خود توییتر من که @hamidsj5 و تلگرام من که hamidsj5 همون 5
5 رو به انگلیسی ننویسید، کلمه 5 رو ننویسید، عدد 5، عدد 5. یه سوال ازش میپرس که نمونه آنوتیشن هایی که تو کار خودش استفاده میکنه چه کارهایی میکنه، کاربردی خودت چیه درست کردی تا الان؟ من خودم چیا درست کردم تا الان، حالا حقیقتش بیشتر خودم جدیدن با پروسسور آشنا شدم، ولی از اون موقعی که کارم رو شروع کردم سعی کردم که اون متدهایی که حالا داخل خود من خودم موقعی که دارم از کد استفاده میکنم یه سری متدهایی هستن که داخل ویو مدل ها برای MVI ایجاد میشه، حالا هم خود ویو مدل ها هم خود ویو ها، من سعی کردم از آنوتیشن ایجاد بکنم برای چک کردن اینکه MVI داره به خوبی داخل اون کلاس استفاده میشه، که حالا خودم وقتی دارم با بقیه اعضای تیم کار میکنم از آنوتیشن استفاده بکنن و به درستی از خود معماری MVI که بین بچه های خودمون قرار داد میشه، بین خودم و بقیه اعضای تیم های خودم قرار داد میشه استفاده بکنم. این قضیه فارغ از جایی که خودم کار میکنم بیشتر جنبه کارهای شخصی خودم رو داره. من در خدمت همه تون هستم توی تلگرام @hamidsj55 یا هر چیزی که میدونید، من اینجا بنویسمشم فکر میکنم بهتر @hamidsj5، این آیدی تلگرام من هست. همین رو اگر ایشو بکنید آی میشه hamidsj5، این آیدی توییتر من هست. توی این دوتا من حالا در خدمتتون هستم. اگر ایمیل منم خواستید hamidsj5@gmail.com ایمیل من هست. ویرگول بندم میتونید بخونید، حالا بلاگ پست هایی که راجع به اندروید میذارم بیشتر اونجا هستن، توی ویرگولم که حالا اونم با hamidsj5 هست که میتونید پیداش بکنید. ویرگول من hamidsj5. من در خدمت همتون هستم و خیلی خوشحال میشم اگر فیدبکاتون از ارائه رو به من بدید که من ببینم که خودم چقدر خوب عمل کردم و کامنتاتون باعث خوشحالی و دلگرمی من میشه. خب یه سوال اومد، هستیم حمید، از اون پروسسور میشه برای پروسس فانکشن هایی که آنوتیشن ندارن استفاده کرد؟ مثلا بخوای همه فانکشن ها رو برای یه چیزی بررسی کنی. بله دقیقا میشه، الان ما برای سینگلتون هم همین کار کردیم دیگه، اومدیم آنوتیشن رو بالای کلاس به کار بردیم، بعد اومدیم همه متدهای داخل کلاس رو چک کردیم که ببینیم آقا کانستراکتور پرایوت نباشه، گت اینستنس درست باشه و این چیزا. جدا از اون ما به کلاس هایی که داخلشون آنوتیشن به کار رفته یا اسمشون رو میدونیم دسترسی داریم، ولی حتما بعد از آنوتیشن استفاده بشه یه جایی که ما به سورس کد دسترسی داشته باشیم داخل یکی از راندهای پروسس. ولی در کل میشه هر موقع که تو اون آنوتیشن رو داری کل کد رو چک بکنی، یعنی همه به همه کد دسترسی داری و همه کد رو میتونی زیر رو بکنی برای جنریت کردن فایلات، چک کردن فایلات و الی آخر. حالا بلاگ پست های اخیر منم هستن در مورد تفاوت دیپندنسی اینجکشن و سرویس لوکیتور و حالا گزینه های دیگه که میتونید خودتون ببینید. گیت هاب من هست که آدرس ریپوی پروژه اون بالا داخل توضیحات اون این ایونت وجود داره، میتونید برید ببینید. حالا فورک شده، همون ریپو فورک شده از گیت هاب خود فرهاده، میتونید داخل گیت هاب فرهادم ببینید کارهای اوپن سورسش رو. حالا توی خود گیت هاب لاکت هم میتونید برید و مواردی که حالا سوالات اندرویدی هستن و بقیه مواردی که هستن رو داخل گیت هاب لاکت ببینید. خیلی ممنون از همگی که حضور پیدا کردید تا الان و بازم میگم فیدبکاتون باعث دلگرمی من میشه و خیلی خوشحالم که یک ساعت و خورده ای من در خدمتون بودم. تشکر از همگی و روزتون بخیر.